در این قسمت از برنامه میخوایم بپردازیم به مواردهایی مثل دانلود، ریست یا همون فلش یا مقداره اولیه، تبدیل سیو ها، آپگرید کردن، پیکر بندی، جداولی مثل جداول بوتاپ تیبل یا لوکاپ تیبل یا چیپ تیونینگ. در مورد این موارد با شما عزیزان صحبت کنم. این بخش یک بخش مشترک هست بین تعمیرات ECU و تعمیرات سیستم انجکتور. این است که هر دو تا دوستان میتونن از این آموزش استفاده کنن. حالا ممکنه بعضی از توضیحات بدیم که اون دوستانی که در سیستم انجکتور هستن گاهن متوجه اون موارد نشن. زیاد مهم نیست، چون اون قسمت مربوط به دوستانی میشه که تعمیرات ECU کار کردن و دارن از اون استفاده میکنن هست. سعی میکنیم که توی این قسمت مباحثی مثل دانلود یا آپگرید کردن یا ریست کردن که مربوط به دوستانی که سیستم انجکتور دارن کار میکنن بیشتر کار کنیم. یعنی دقیقاً بدونن وقتی که میگیم دانلود کنید یا آپگرید کنید یا پیکر بندی کنید یا اینکه ریست یا فلش کنید منظور چی هست، چه کاری در سیستم انجام میشه. چون یکی از مهمترین مواردی که در حال حاضر در خودروها وجود داره به هم ریختگی برنامه‌های داخل ECU هست که با یک ریست کردن یا فلش کردن و همچنین دانلود کردن اون مشکل و موارد از بین میره. ابتدا بیایم نگاه کنیم ببینیم که در یک ECU ما چند نمونه IC دارای حافظه است. در اکثر ECU هایی که دوستان باهاش در ارتباط هستن مثل SL96, S2000، زیمنس و بوش و از شاخهایی که برای این مدل ECU ها وجود داره اکثرا دارای 3 تا IC هستن. حالا در بعضی از مدل ECU ها ما 2 تا IC داریم، در بعضی هاشون 3 تا IC وجود داره. اولین IC که در تمامی ECU ها برای ما وجود داره IC میکرو هست. میکرو یا که مخفف کلمه میکرو کنترلر هست. عموماً IC میکرو در قطعاتی که نیاز به پردازش اطلاعات وجود داشته باشه استفاده میشه. حالا این قطعات میتونه ECU خود رو، کامپیوتر شما، لپتاپ شما، دستگاهی مثل موبایل و دیگر قطعات که نیاز به پردازش اطلاعات دارن، یعنی اطلاعات ورودی رو بتونن دریافت کنن، پردازش کنن که چه اطلاعات ورودی به اونها داده شده و خروجی رو مثلا به چه صورتی باید نشون بدن، این کارها رو میکرو برای شما انجام میده. به طور مثال شما یک جمع و ضرب رو میخواید انجام بدید، در حالا کامپیوتر میکرو برای شما انجام میده. همینطور که ما میگیم میکرو کنترلر، یعنی در واقع این یک کنترلر هست، کنترل کننده از نوع کوچیکش. حالا کنترل کننده های صنعتی دیگه مثل PLC، لوگو، اینجور کنترل کننده ها وجود داره، اما اونها در حد بزرگ و آمپر و همچنین ولتاژ بالاتر هست. اما در مواردی مثل موبایل یا ECU یا کامپیوتر به صورت کوچک و همچنین با ولتاژ کمتر هست. پس اگر در جایی میگیم که IC میکرو، در واقع همون میکرو کنترلر هست که برای ما پردازش رو انجام میده. خود IC های میکرو کنترلر به دو دسته تقسیم میشه. یک IC هایی که فقط کارشون کنترل هست، دوم IC هایی که علاوه بر اینکه کنترل میکنن دارای حافظه داخلی هم هستن.
یعنی یک حافظه فلش مموری در داخل خود میکرو تعبیه شد. این از اولین نوع IC که در تمامی ECU ها وجود داره و جزء ثابت اون هست. IC بعدی که ما داریم IC فلش هست یا همون فلش مموری. توی این شکل جایگاهش حالا دقیقا این دوتا شکل هیچ فرقی نداشتن، اینجا حالا واضح‌تر مشخص هست. IC های فلش IC هایی هستند که برنامه اصلی ECU در داخل اون وجود داره و موارد هایی مثل دانلود یا آپدیت کردن بر روی این IC انجام میشه. در بعضی از ECU ها ما فقط IC فلش داریم، در بعضی از ECU ها علاوه بر فلش ما IC EPROM هم داریم. حالا بعضی وقتا عنوان میشه سریال EPROM یا EPROM. این IC ها میتونه در داخل ECU وجود داشته باشه، در داخل موبایل وجود داشته باشه، در داخل کامپیوترهای شما وجود داشته باشه. به طور مثال گاهن دید اگر موبایل شخصی خراب بشه به برای تعمیرگاه عنوان میکنن که موبایل شما باید فلش بشه. فلش شدن منظور همون برنامه قسمت IC فلشش رو میان چیکار میکنن، یا دوباره نویسی میکنن یا آپگرید انجام میدن در داخلش. حالا وقتی که ما میگیم یک ECU رو دانلود میکنیم یا آپگرید میکنیم، در واقع میان برنامه هایی که در قسمت IC فلش ما قرار گرفته رو چی کار میکنیم؟ تغییر میدیم. در کنار اون یک IC EPROM هم ما داریم. خب حالا ببینید، زمانی که ECU یک سری مقادیر رو دریافت میکنه، مثل دمای آب، مثل موقعیت استپر موتور، مثل دمای حالا سنسور اکسیژن و دیگر موارد هایی که اطلاع رسانی می کنن به ECU، مپ سنسور، مد سنسور، اینها هر کدومشون دارای یه مقداری هستن، حالا کیلومتر یا کد سویچ هم میتونه از این جمله موارد باشه. مقادیر دیگه در داخل IC فلش ذخیره نمیشه، البته در این مدل ECU. خب پس جایگاهی باید وجود داشته باشه که مقادیر رو ما در اونجا ذخیره کنیم. برای این کار از یک IC EPROM استفاده میکنم با حافظه کمتر. اطلاعات و مقادیر IC فلش در IC EPROM ذخیره میشه. به طور مثال کد سویچ یا کیلومتر میاد در داخل IC EPROM ما ذخیره میشه. اما این در این مدل ECU هایی هست که ما میبینیم، ECU های S2000. حالا در بعضی از مدل ECU های دیگه، به طور مثال مثل ECU های ولی یا PL4، ما دیگه IC فلش رو نداریم. این یک شکل از ECU ولی یا PL4 هست. میبینید که در اینجا دیگه IC فلش رو شما مشاهده نمید، بلکه تنها فقط یک دونه IC EPROM دارید و یک دونه IC میکرو دارید. خب در این وسط این IC فلش ما که حذف شده در کجا قرار گرفته؟ در این مدل ECU ها برنامه و همچنین قسمت فلشی که ما داشتیم در داخل میکرو ذخیره میشه. در واقع اون برنامه اصلی در داخل IC میکرو کنترلر در گوشه‌ای به نام فلش مموری ذخیره میشه و ما باز مقادیر اون در داخل IC EPROM قرار میگیره. حالا این مقادیر رو گاهن با کلماتی مثل آفست یا اینجور چیزا برای دوستان عنوان میشه. پس بنابراین وقتی که ما میخواییم دانلود یا ریست رو انجام بدیم،
میاد و برنامه فلش مموری که در داخل آیسی میکرو قرار گرفته برای ما تغییر پیدا میکنه، حالا دانلود، آپگرید یا ریستی که وجود داره. اما این تا الان شد دو مدل ایسیو، ایسیو هایی که دارا آیسی فلش بودن و ایپیرا، ایسیو هایی که دارای فقط آیسی میکرو و ایپیرا هستن، دیگه آیسی فلش ندارن. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.